پیروز و سرفراز باقی ماند. اصطلاح و نامگذاری مروارید صحرا رو در خبرها خوندم و برخی از این تلویزیون های عربی که به نقل از مردم عراق، فکر کنم بخش عظیم بود، می گفت که این مردم نام اشرف رو بین خودشون می گویند مروارید صحرا، چون علی رغم این که در یک منطقه صحرایی است ولی پر از انواع درخت ها، باغ ها و باغچه های زیباست که در اون همه نوع خدماتی وجود داره. از رو متن میخونم: از پروژه های آبرسانی تا دریاچه و فواره های آب و باغ های بزرگ و ساختمان ها و مسجد و راه ها و جاده ها. بعد هم شنیدیم که در همین وانفسا، در همین بهبوهه، در همین ایام عده سرمایه‌دار خوشخیال هم برای پر کردن جیب هاشون طراحی می‌کردند، آنچنان که این تلویزیون سومریه که علاقاده باید ارگانشون باشه گفته است که خب وقتی که روز سه شنبه مجاهدین رفتند، اینها بیان اینجا رو تبدیل کنن به مرکز تبادل تجاری بزرگ بین اقلیم کردستان و بغداد. جالب است که حتی دعوا هم داشتن با هم دیگه که یکی میگفته است که اینجا رو تبدیل کنیم به مرکز تبادل تجاری و یکی هم از سمت عظیم میگفته است که آقا این منطقه در محدوده جغرافیای ماست، ما خیلی بهش نیاز داریم تا در اون سرمایه گذاری های مختلف انجام بدیم. باشد، اشکالی نداره، تلاش میکنیم که به بخش ولایت فقیه در دولت عراق مقداری هم قانون و حق آموزش بدهیم در عملمون، که دنیا چندان هم که گمان کرده اید بر این همانی بین شرایط عراق و رژیم ولایت فقیه نمیچرخد. مقداری تفاوت هست بین شرایطی که رژیم در ایران حاکم کرده با وضعیت عراق. یادتون هست که اون حکیم از قضا در همین ایام 6 سال پیش در 9 دسامبر 2003 هوا برش داشته بود. رئیس شورای حکومتی منحله در روز 18 آذر سال 1382 میخواست که مجاهدین سه هفته ای عراق رو ترک کنند، میخواست که از هر گونه فعالیت اونها تا هنگام خروج از عراق جلوگیری بکنه. چنان که میدانید فقط در جهان دو حکومت هستند که سازمان مجاهدین خلق ایران توی اینها ممنوعه اعلام شده، یکی رژیم آخوندی و یکی دولت فعلی عراق، ولا غیر. همه دنیا میبینند که حتی در زمانی که مجاهدین در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بودند، حق بیان آزاد، حق تظاهرات، حق اجتماعات، حق فعالیت داشتند. لیست تروریستی به طور عمده انگشت میگذارد روی ویزا، یعنی ویزا نمیدهد، اجازه ورود نمیدهد و حساب مالی و نه چیز دیگر.
برای همین وقتی که در سال 79-80 خودمون دولت انگلیس سازمان مجاهدین رو توی لیست ممنوع برد، بسیاری در اون زمان گفتند که فقط دو جا هست که سازمان مجاهدین رفت توی لیست ممنوعش، یکی رژیم آخوندی و یکی انگلیس آقای جکسترا، که اون داستان ها گذشت. الان مجاهدین در دو جا ممنوعه هستند، یکی حکومت فعلی عراق، بخش ولی فقیه در عراق، و دیگری خود ولی فقیه ارتجا. داشتم میگفتم که 6 سال پیش هم در همین ایام اون حکیم که سوابقش روشن است، سالهای سال یک مأمور دونپایه اطلاعات آخوندها و ستاد تروریستی امور عراق، ستاد نصر در قم و تهران بود. اما نوکیسگان همین که بعد از اشغال عراق فرود آمدند، مجاهدین 3 هفته‌ای باید بروند، ممنوعه هم هستند، مصادره سلاح‌ها و اموال و دارایی‌هاشون و الی آخر. آرزویی که هم شاه و هم خمینی و هم این یکی مزدور به گور برد، و کسانی هم که هنوز این آرزو رو دارن بدون شک اون رو به گور خواهند برد. در مسئله است که آزموده را آزمودن خطاست، اما اگر رژیم و عواملش و مزدورانش در عراق باز هم میخواهند مجاهدین را بیازمایند، مجاهدان اشرف را و مریم را، بفرمایید این گوی و این میدان بیا بیا بیا،